أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند. او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند. لشکریان آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است. هدف این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهایی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که جاودانه در آن میمانند و گناهانشان را میبخشد و این نزد خدا رستگاری بزرگی است. و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد میبرند مجازات کند. آری، حوادث ناگواری که برای مؤمنان انتظار میکشند تنها بر خودشان نازل میشود. خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده و چه بد سرانجامی است. لشکریان آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. به یقین ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا شما مردم به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید و خدا را صبح و شام تسبیح گویید. کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت تنها با خدا بیعت می نمایند و دست خدا بالای دست آنهاست. پس هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان شکسته است و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. زودی بازماندگان از اعراب بادیه نشین عذر تراشی کرده میگویند حفظ اموال و خانواده های ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم، برای ما طلب آمرزش کن. آنها به زبان خود چیزی میگویند که در دل ندارند. بگو چه کسی میتواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هرگاه زیانی برای شما بخواهد و یا اگر نفعی اراده کند مانع گردد؟ و خداوند به همه کارهایی که انجام میدهید آگاه است. ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت و این پندار غلط در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام هلاک شدید. آن کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده سرنوشتش دوزخ است، چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم. مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست. هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می کند و خداوند آمرزنده و رحیم است. هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی حرکت کنید بازماندگان می گویند بگذارید ما هم در پی شما بیاییم. آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند. بگو هرگز نباید به دنبال ما بیایید، این گونه خداوند از قبل گفته است.
آنها به زودی می گویند شما نسبت به ما حسد می ورزید، ولی آنها جز اندکی نمی فهمند. به بازماندگان از اعراب بگو به زودی از شما دعوت می شود که به سوی قومی نیرومند و جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند. اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می دهد، و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید شما را با عذاب درد ناکی کیفر می دهد. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر در میدان جهاد شرکت نکنند، و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید او را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، و آن کس که سرپیچی کند او را به عذاب درد ناکی گرفتار می سازد. خداوند از مؤمنان هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خوشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهایشان از ایمان و صداقت نهفته بود می دانست. از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود، و همچنین غنایم بسیاری که آن را به دست می آورید، و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. خداوند غنایم فراوانی به شما وعده داده بود که آنها را به دست می آورید، ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت و دست تعدی مردم دشمنان را از شما باز داشت تا نشانه ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند، و نیز غنایم و فتوحات دیگری نصیبتان می کند که شما توانایی آن را ندارید، ولی قدرت خدا به آن احاطه دارد و خداوند بر همه چیز تواناست. اگر کافران در سرزمین حدیبیه با شما پیکار می کردند به زودی فرار می کردند، سپس ولی و یاوری نمی یافتند. این سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. او کسی است که دست آنها را از شما و دست شما را از آنان در دل مکه کوتاه کرد بعد از آن که شما را بر آنها پیروز ساخت، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام و رسیدن قربانی هایتان به قربانگاه باز داشتند، و هرگاه مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بین نمی رفتند که از این راه عیب و عاری ناآگاهانه به شما می رسید، خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد. هدف این بود که خدا هر کس را می خواهد در رحمت خود وارد کند، و اگر مؤمنان و کفار در مکه از هم جدا می شدند کافران را عذاب درد ناکی می کردیم. خاطر بیاورید هنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند، و در مقابل خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خیش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت، و آنان از هر کس شایسته تر و اهل آن بودند، و خداوند به همه چیز داناست. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت، و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید، و در این تأخیر حکمتی بود، و قبل از آن
فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که هموار فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زار آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است.